نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل برگزار شد. در این نشست که اولین گرده همایی از مجموعه گفتگوهایی است که قرار است 12 و 13 فوریه نیز ادامه یابد، شرکت کنندگان متحد شدند تا برای حفظ امنیت استراتژی بهتری را در داخل این اتحادیه و در مرزهای آن به اجرا بگذارند. نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی گفت: ما و اعضای شورای امور خارجه تصمیم گرفتیم تا همکاری های بسیار فعالانه تری نسبت به گذشته داشته باشیم و این کار را با تبادل هوشمندانه اطلاعات هم در سطح اتحادیه اروپا و هم با دیگر کشورهای جهان آغاز خواهیم کرد. در جلسه ی روز دوشنبه نبیل عربی دبیر کل اتحادیه عرب نیز حضور داشت او از اعضای اتحادیه اروپا خواست که همکاری بهتری با یکدیگر و با کشورهای مسلمان داشته باشند نبیل عربی گفت اتحادیه عرب بخشی از ائتلاف نیست زیرا از همان ابتدا استفاده از نیروی نظامی را مد نظر نداشت ما درباره یک استراتژی کامل برای مقابله با تروریسم بحث کردیم باید زمینه های لازم فراهم شود تا این وقایع دوباره تکرار نشود و آنهایی که دست به این اعمال میزنند قانع شوند که فعالیت های تروریستی اقدامی ممنوع است و آنها با آتش کامل نیروهای قانون مواجه خواهند شد همان گونه که پیش از این در اروپا با بریگاد سرخ و گروه بادرماینهوف برخورد شده است او تاکید کرد آنچه این اواخر در اروپا به وجود آمده هیچ ربطی به اسلام ندارد و اسلام مردم را به ترور فرا نمیخواند